جایزه صلح نوبل امسال مشترکاً به ملاله یوسف سای فعال در زمینه ی حقوق و تحصیل دختران و کایلش ساتیارتی فعال حقوق کودکان اختصاص یافت. هموطنان ملاله در دره سوات پاکستان جایی که طالبان به سر او شلیک کرده بود از برنده شدن ملاله خرسند و مسرورند. ملاله که گلوله طالبان دیروز در راه مدرسه جمجمهش را شکافته بود امروز با 17 سال سن جوانترین برنده جایزه صلح نوبل است یکی از معلمان او میگوید ماری اسون هر بچینه او بچه باهوش ماست که دلش مالا مال از اتش یادگیری و خصوصا آموزش برای دختران بود. ما امروز از این موفقیت بزرگ او به خود میبالیم. برنده دیگر جایزه صلح نوبل امسال کایلش ساتیارتی فعال 60 ساله هندی است. مردی که بیش از 30 سال از عمرش را وقف رهایی کودکان از بیگاری و استثمار کرده است. یکی از کودکان دهلی می گوید به خاطر کارهای مردی که برنده شد بچه ها می توانند درس بخوانند لازم نیست کار کنند خوب شد که او برنده شد دو برنده امسال جایزه صلح نوبل از دو کشور هند و پاکستان هستند دو همسایه که افرادگری مذهبی و فقر مفرت موجود در آنها زندگی حال و آینده میلیون ها کودک را تهدید می کند.